13 فوریه برابر با 24 دلو روز جهانی رادیو است. رادیو در روزهای بیبرق و تاریک کابل و با گذشت عمر طولانی آن در کشور همچنان نزد مردم محبوب است. رسانه محبوب عبدالواسع سالها می شود که رادیو است. اما این روزها چندان دل خوشی از رادیو ندارد. رادیو را جایی بگیری الان نه خبر خوب میگه و نه هیچ بادر بخور نه. استاد حیات الله آسمانی هم گفتن سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما رستم جان و خواهر محترم، امید که خوب باشه. او سال هاست که هر صبحش را با رادیو شروع می کند. اول که افغانستان آمد بخیرم که گرامافون بود یا تبریکاتر می گفتن. یک سوزنه که مخصوصی داشت گای وقت سوزنه بسی تبدیل می شد می ماندن و خواندن می کردن گپا بود. باز بعد از او رادیو پیدا شد که رادیو کابل تنها بود. باز اینه آیستا آیستا رادیو افغانستان شد و این حال جای ها را نمی گرفتن. باز وقت های دوتخان یا باز پسان تو پیدا شد که بی بی سی را می گرفتن و خارج را می گرفتن و اند می گرفتن. یک پروگرام داشت هندی دیگه. باز اون می شدن که باش که یک خواندن هندی می مانه و باز اون پروگرام خود نیم ساعت داد دستموار می شدن که باش که چای می خوردن که باش که ما یک خواندن را گوش کنیم. وقتی که دولتخان گرفت بازی 24 ساعته شد رادیو افغانستان شد و رادیو افغانستان باز پروگرامایش زیاد شد که داستانای دنبالدار بود، مردم گوش میدادن. موقعی تلویزیون تو گپا نبود دیگه، اینمی خبرها رو میشنیدن. موج‌های رادیو حالا بیشتر از هر زمان دیگر ترانه های مذهبی و تبلیغاتی طالبان را نشر می کند. کابل روز هاست که برق ندارد. هرچند عبدالواسع دیگر نمی تواند موسیقی های دلخواهش را بشنود، اما دلش از رادیوش نیز کنده نمی شود. اکسه نما موسیقی را من می بام که میگن. یکی نمی محلی بود که در راستش بیلتون بود و امونی و اینمی سیپو میگن اینمی امیدالله چارکاری این همی ها بودن. دیگهش اماتور بود که اینی زایر ویدا و ناشناس و ساربان و این همی ها بودن. و یکی هم استادی بود که استاد سرهنگ بود و رحیم بخش بود و استاد نتو بود و این همی ها بودن. از محلی همین بیلتون یا رو خوش داشت. از چی دیگه ساربان و ناشناس. عبدالواسع از دهمزنگ کابل است. وقتی طالبان برای بار اول کابل را گرفتند در همین خانه زندگی می کرد. او از آن روزها و این روزهای کابل میگوید. موسیقی نبود و اگر موسیقی هم میبود با خودشان که ملا مادمه را تعریف کرده بود یا این رقمی اگران چیز میخوندن کدام موسیقی وجود نداشت در زمانه طالبای سابق. آلیم خواست نیست، منتو آزاد نیست. ما یک قسمش هم دیدم که ما را بردن. ما اصلا تو را بخشت نگفتم ما قفل سازی میکنم در کارتی آریانا یا شارارا میگن در اوجه مرا به قلب واز کردن بردن. در داخل خودشان اندی میشنیدن و در لاسپیکر بالایی که موتر نصب کرده بودن او الله مر الله مر. این یک قدم روز در پا بالا هر روز ما میرم.
عبدالواسه که 67 سال سن دارد از محدودیت تحصیل بر زنان ناراض است. گفتن که توانایی سازمان‌های حراست‌گر جهانی در حال جوی قرآنی کنن که حالا خدا قرآن گفته که تحصیل و یا باشه خود چرا یا نمیمونن بر زن مرد و طبقه و ناس مردم و ناس باید باشه. ای تو آیندهش والا در نظر من خوب نیست دیگه، بدتر شده میره، هم وضع اقتصاد مردم خراب میشن، هم مردم دست پارچه میشن دیگه. او سال هاست که در شهرارای کارته آریانا قفل سازی می کند. شغلی که با آن لقمنانی به خانه می برد. هرچند نه چندان چرب. او می گوید همین که می گذرد خوب است.